نعیمه دوستار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سوئد با ما هستن. خانم دوستار، در پنجمین ماه از خیزش انقلابی هستیم. روش‌های گوناگون اعتراضی رو می‌بینیم. شعارهای شبانه، شعارنویسی بر دیوارها، گردهمایی در آیین‌های ایرانی. اما از طرف دیگه جمهوری اسلامی اعلام می‌کنه که به هر آنچه که بوده، حالا به عنوان اعتراضات می‌شناسه، تمام شده. آیا ما نشانه‌هایی از تمام شدن می‌بینیم با وجود تصاویری که دریافت می‌کنیم؟ واقعیت‌های اجتماعی دقیقاً خلاف اون چیزی رو که جمهوری اسلامی ادعا می‌کنه نشون میدن، فارغ از اینکه اساساً چقدر ادعاهایی که از این دست که حکومت مطرحش می‌کنه از نظر مردم معتبر هست، ما این رو میدونیم و مردم هم خوب میدونن که در یک خیزش انقلابی قرار نیست که همه مردم در واقع در طول یک زمان طولانی مدام در عرصه خیابان‌ها باشن، چون به دلایل مختلفی ممکنه که حالا این هماهنگی در یک زمان مشخص یا در یک دوره زمانی صورت نگیره. اما در عین حال هیچ سند و نشانه وجود نداره از اینکه میلیون ها مردمی که در خانه ها هستند رضایت دارند نسبت به اون چیزی که در کشور میگذره، یا به طرز انقلابی معترض نیستند، یا اگر که کوچکترین زمینه فراهم بشه اونها به خیابون نمیان. با همین مقیاس هم که در نظر بگیریم، میبینیم الان تعداد افرادی که از فرصت ها استفاده میکنن و مثلا همین جشن صدر رو تبدیل میکنن به یک فرصت برای بیان اعتراضیشون، یا به طور مداوم در این 4-5 ماه از فضاهای شهری یا محلی استفاده کردن برای اینکه بیان اعتراض بکنن، تعدادشون اندک نیست. و در مقابل همون افرادی که به هر دلیلی بر پشت بام ها نیستن یا در خیابان ها نیستن، اینها اساسا دلیلی وجود نداره برای اینکه فکر بکنیم اینها رضایت دارن. بنابراین این روند رو من فکر میکنم روندی رو به افزایش و آماده سربرآوردن، برای اینکه ما مدام شاهد این هستیم که در مقابل سوال‌های بیشمار مردم و خواسته‌های مردم برای سرنگونی، حکومت روش‌های معکوس در پیش می‌گیره، سرکوب رو افزایش میده و برخلاف تصور حکومت هرگز نه در این 4 دهه و نه در آینده سرکوب جواب نداده، بلکه بر خیلی معترضان افزوده. ما اونچه که الان شاهد هستیم اینه که روش‌های خلاقانه مبارزه با جمهوری اسلامی و ابراز مخالفت با اون ادامه داره. همونطور که خود شما هم اشاره کردین، خب به عنوان مثال شب گذشته جشن صدر که در ایران مردم برگزار کردن، کاملا این در تصاویر مشخص بود. چطور نگاه میکنید به این مسئله، به این روش‌های مختلفی که در موقعیت‌های مختلف مردم استفاده میکنن برای پیگیری مطالباتشون؟ همونطوری که اشاره کردم، در واقع مردم بسیاری از عملکردهای خودشون رو هماهنگ میکنن با اون چیزی که نیاز اون مقطع زمانی است. یعنی اگر که این فرصت فراهم باشه که به خیابان بیان و تجمعات بزرگ تشکیل بدن، این کار رو میکنن. اگر به هر دلیلی نظام سرکوبگر جلو بیاد و سرکوب ها رو هزینه سرکوب ها رو در خیابان بالا ببره، فضاهای جدیدی در واقع مردم اشغال میکنن. و این روش های متنوع رو من میخوام اشاره بکنم. خیلی راجع به این شعاردهی ها، شعارنویسی ها، یا مثلا این مناسبت های ملی و میهنی صحبت میشه که بستری میشن برای اعتراض، اما بسیاری از روش های دیگه وجود داره که من فکر میکنم اینا همه خلاقانه هستن و مادامی که داره این روش ها به کار میگیره، ما از زنده بودن این جنبش میتونیم با صراحت دفاع بکنیم و حرف بزنیم. من مثلا به عنوان نمونه میتونم به تولید انبوهی از آثار هنری، کلیپ های موسیقی، آثار گرافیکی، تصویرسازی و مسائل از این و کارهای از این دست اشاره بکنم که فکر میکنم در هیچ زمان دیگری از اعتراضات این چند دهه در ایران به این اندازه گسترده نبوده و روحیه انقلابی و در واقع مخالفت تام و تمام با جمهوری اسلامی رو به این صراحت نداشته. بنابراین فکر میکنم که همه تک تک این افراد، هنرمندان و مردم توی خیابون، در کنار هم این شعله رو زنده نگه میدارن و بر روش‌های خلاقانه خودشون خواهند رفت. ممنونم از توضیحات شما. نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سوئد.